سلام عرض می کنم خدمت شما و سلام، عزیزان همراه. بله، خب ما ما تنظیم قرار کنیم شما دکتر یه بیوگرافی مختصری از شما بپرسیم در خواهش میکنم. خصوص تخصص شما، سابقه کاری شما، تدریسات در دانشگاه خارجی و خواهش مدارکی میکنم. از دانشگاه معتبر دنیا دریافت کردیم. خدمت همراهان عزیز مجموعه سمون ایران یک معرفی داشتیم. شما اگر تفضل، لطف بتونید شماست. بفرمایید که ما سوالاتمون رو شروع کنیم. نه، بسیار عالی، بعد چه سریعتر شروع کنیم، چون ماشاءالله شما تعداد یک در واقع لیست پروپیمونی درست کرده بودید که من دیدم واقعا نکته خالی نمونده، نکته مخفول نمونده، و حالا گفتید که در یک ساعت تموم کنم. امیدوارم در یک ساعت تموم بشه. منم سعی میکنم که مختصر پاسخ سوالهای خوب شما رو بدم که انشالله سریعتر بتونیم، چون دیر وقتم هست، دوستان رو بیش از حد منتظر نگه نداریم. من در خدمت شما هستم. خواهش کنم. ما گفتیم حالت سعادت هست داده که در حضور شما و خدمت شما باشیم و از تجربیات شما استفاده کنیم، کمال استفاده رو ببریم از وقتتون. خواهش میکنم، در خدمت شما هستم، سوالات سپاس هم گذارم. اولین صحبتی که شما امروز داشتیم پست گذاشته بودیم در خصوص دامنه نوسان بخوام شروع کنم. در مورد شرایط حال حاضر بازار دامنه نوسان هست بشه چی هست؟ شما با این مسئله موافق هستین یا مخالف؟ بله، من 100% موافق حذف دامنه نوسان و حجم مبنا هستم و از اون طرفم به طور کامل مخالف، از روز اول هم مخالف این نوع سیاست ها بودم. سیاست هایی که رانت به وجود میاره، سیاست هایی که موجب دخالت میشه، سیاست هایی که برخلاف روح بازار هست، سیاست هایی که متعلق به یک مکتب اقتصادی است که ما تحت عنوان کرونی کپیتالیزم یا سرمایه خواری رفاقتی میشناسیم. یعنی یک سری افرادی دور هم جمع میشن و قدرت بخور بخور دارن. فقط فرمودید این حالا این مکتب اقتصادی در هیچ جای دنیا به نظر من به جز ایران عملی نشده و من متاسفم که کشور ما باید دچار این عارضه بشه، دچار این ایدئولوژی بشه که ما اجازه بدیم برخی از افراد قدرت ویژه داشته باشن، بتونن مثلا در بازار سرمایه سرخطی بگذارن. فقط هم مسئله سرخطی نیست، من ده ها مورد رانت رو در بازار سرمایه ملاحظه کردم، کشف کردم که اینا تک به تک اینها باعث میشه افرادی که قدرت دارند از قدرتشون استفاده ببرن، سوء استفاده ببرن متاسفانه، و در نهایت این سوء استفاده ها به اینجا خواهد انجامید که در واقع انباشت شدید سرمایه صورت بگیره، در اختیار افراد خاص قرار بگیره و این افراد هم لاجرم این منابع رو از کشور خارج میکنن. یعنی واقعا مثل که همه این سیاست های رانت پاشی ایجاد میشه در جهت اینکه بازار تجارت خارجی ما تضعیف بشه، بازار ارز ناپایدار بشه و فرار سرمایه از کشور شکل بگیره. بله، سیاست بسیار نادرستی که 18 سال پیش در اثر من برداشتم اینه، یک اشتباه این سیاست گذاشته شده. اول دامنه نوسان، بعدم حجم مبنا به دامنه نوسان اضافه شد، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. 18 سال هست که افراد کارشناس متخصصان واقعی در حال مبارزه هستن با این سیاست غلط و هنوز هم ادامه داره و البته دوستانی که 18 سال پیش از هیچ، فقط یک سرخطی ممکن بود که یاد بگیرند و بگذارند، الان به نان و نوایی رسیدن و قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی دارن و مقابله با این مسئله دامنه نوسان و حجم مبنا بسیار مشکل هست. من فکر می‌کنم مبسوط خدمتون توضیح دادم، بسیار مخالف این سیاست. آقای دکتر بیدا، به نظرتون دکتر چی راهکار وجود داره که بیایم وابستگی شاخص و رشد سهام رو از نرخ دلار و تورم جدا کنیم و این تأثیر نرخ دلار و تورم رو بر این عوامل کاهش بدیم؟ با چه راهکاری میشه این اتفاق بیفته؟ ببینید، نرخ تورم که تأثیر مثبت در بازار سرمایه داره، اما این نباید توجیهی بشه برای فعالان بازار که سعی کنند از سیاست‌های تورمی پشتیبانی کنند، حمایت کنند. این هم باز سیاست تورمی هم یک سیاست رانتپاشی است. تورم باعث میشه که 1% جامعه ثروتمند بشوند، 99% جامعه متضرر بشوند. این روندی است که در طی 50 سال گذشته، یعنی از زمانی که درآمد نفت وارد بودجه ما شد،
به صورت ریالی وارد بودجه شد، این روند تورمی ادامه داشته. ما مزمنترین دوره تورمی تاریخ بشر رو داشتیم، مزمنترین تاریخ تورمی تاریخ بشر رو داشتیم، مزمنترین دوره تورمی تاریخ بشر. دقیق میفرمایید. البته خب به نفع بازار سرمایه هست، منتها وقتی تورم از حدی بالاتر بره قطعا بازار سرمایه هم ضرر خواهد کرد. قطعا کسانی که درآمدشون ثروتشون در بازار سرمایه در واقع قفل میشه، اینها از تورم عقب خواهند ماند. تجربه‌ای که داشتن دوستان تجربه بوده که تورم 20% و 30% بوده، در این شرایط بازار سرمایه جلوتر از نرخ تورم حرکت خواهد کرد. اما اگر به سیاست‌های تورم‌زا ادامه داده بشه، مثل سیاستی که در 1400 در پیش گرفته شد، یعنی سیاست به شدت انبساطی بودجه‌ای، اگر همین سیاست به شدت انبساطی بودجه‌ای ادامه پیدا کنه، تورم تشدید میشه، تورم از بازار سرمایه جلو خواهد زد، نااطمینانی در کشور به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. دقیقاً روندی که در ونزوئلا اتفاق افتاده، خروج شدید سرمایه از کشور صورت خواهد گرفت، فرار مغزها، فرار سرمایه از کشور خواهیم داشت. در ونزوئلا حدود 10% متمکن جامعه کشور رو ترک کردند و دیگه امیدی به یک کشور نیست، به فیل نیشن، به یک در واقع کشور شکست خورده، به یک ملت شکست خورده تبدیل شده. من واقعا امیدوارم که ما به اونجا نرسیم. برای اینکه نرسیم، فعالان بازار باید دلسوز بازار باشن، باید دلسوز کشورشون باشن، همونجور که دلسوز سهام خودشون هستن، دلسوز ثروت خودشون هستن. این ثروت رو در نهایت میخوان چیکار بکنن؟ باید کشوری باشه که این کشور آباد باشه و بتوانند از این ثروت استفاده کنن. بنابراین بله، تورم در شرایط فعلی به نفع بازار سرمایه هست و ولی من توصیه نمیکنم که سیاست‌های تورم‌زا ادامه پیدا کنه. این یک نکته. نکته دیگه در مورد نرخ ارز هست. باز هم نرخ ارز، ببینید، بستگی داره که نرخ ارز چقدر باشه، در چه حدی باشه. این مسائل به این سادگی، اینقدر ما الان 50 سال گرفتار نرخ ارز هستیم. آقا جان، دو تا چهار تا حتی احتیاج به یک جلسه تدریس نداره. من الان احتمالاً مستحضر هستید، دوستانی که در این لایف شرکت کردن احتمالاً مستحضر هستن. من یک جنبشی رو راه انداختم، دو کتاب اول اقتصاد کلان دنیا رو در واقع تدریس دارم میکنم به زبان فارسی. تا حالا 6 دوره برگزار شده، دوره هفتم از هفته بعد برگزار میشه و تا دوره هشتم تمام میشه. حدود 130 ساعت دو کتاب برتر اقتصاد کلان دنیا رو تدریس میکنم. بارها و بارها ما در این دوره به مسئله تجارت خارجی و بازار ارز پرداختیم. اما آنچه که در ایران اتفاق میفته بسیار مطلب ساده است و اون این هست که نرخ ارز یک نرخ حقیقی، یک نرخ ذاتی داریم. ما یک ارزش ذاتی میتونیم برای نرخ ارز تعیین کنیم. اگر قیمت ارز در بازار آزاد بالای این ارزش ذاتی قرار بگیره، این به نفع تولید داخل هست. اگر زیر این ارزش ذاتی قرار بگیره، این باعث بیماری هلندی میشه. وقتی شما بیماری هلندی به وجود آوردی در کشورت، این نیست که تورم رو کنترل کرده باشی، شما تورم رو تشدید میکنی. آخه اینا اینقدر مطالب ساده، چرا باید اینقدر روش بحث بشه؟ وقتی که شما نرخ ارزت مثلا سال 96 مثل سال 95 نرخ ارز شاید یک چیزی بین در واقع 1/3 تا 1/2 نرخ حقیقی بوده، دقیق میتونم، یعنی کمتر از نصف نرخ حقیقی بوده. اون زمان بسیاری از تولیدات داخلی اصلا قدرت رقابت با واردات رو نداشتند. دقیق میفرمایید، در زمان دولت اول مهرورزی هم این اتفاق افتاد که واردات، حتی ما میوه، حتی مرکبات از مصر وارد میکردیم. یعنی اصلا چیدن میوه، چیدن پرتقال یا مثلا نارنگی صرفه نداشت. مثلا در شمال ایران چیدن مرکبات صرفه نداشت دیگه، ما به نفعمون بود از مصر وارد کنیم. تا اینجا ما به تولید داخل صدمه زدیم. دقیق میفرمایید، این که بازار سرمایه دوستدار افزایش نرخ ارز هست همین طور هست. چرا؟ برای اینکه اگر نرخ ارز رو شما پایین تر از نرخ حقیقی آوردی، یعنی داری به واردات کالای خارجی سوبسید میدی. حالا جالب اینجاست، همون فردی که سالها دم از اقتصاد مقاومتی زده، دقیقاً همون فرد میاد حمایت میکنه از اینکه به واردات کالای خارجی سوبسید بدیم. اینها درد کشور ماست. دقت میفرمایید. پس بنابراین بازار سهام به هر حال در واقع
متأثر از نرخ تورم و نرخ ارز خواهد بود. اما اینکه چگونه ممکنه ما بتونیم ایمن سازی انجام بدیم، با ابزارهای مالی خیلی خوب ما میتونیم به این در واقع تا حدی به این هدف نایل بشویم. یعنی به طور مشخص اگر ما اختیارات رو در بازار گسترش میدادیم، به طور مشخص اختیارات و آتیهای ارزها رو و طلا رو اگر ما در بازار گسترش میدادیم، خیلی وضع ما بهتر میشد. من امید دارم که ما یک روزی به این عقلانیت برسیم ان شاء الله. چشم. حالا تو فکر میکنید که دولت جدید دیدگاهش نسبت برای ورود سرمایه به بازار مثبت هستش یا نه؟ والا این سوال رو باید از خود دولت جدید بپرسید. شما میتونید از بنده بپرسید که آیا ورود منابع وجوه نقد فعلی در کشور به بازار سرمایه به صلاح هست و یا به صلاح نیست. و من خدمت شما عرض کنم که قطعا به صلاح هست. قطعا باید به این سمت برویم. قطعا باید بازار سرمایه رو حمایت کنیم. حتی توصیه بنده این هست که وقتی شما میخواید سیاست ضد تورمی در پیش بگیرید، تجربه کشورهای دنیا نشون داده که تا زمانی مدتی در واقع تولید ناخالص ملی ضربه میبینه. این رو در واقع تحت عنوان sacrifice ratio میشناسند، یا مثلا به فارسی من ترجمه کنم نسبت مثلا خلاصه گذشت، مثلا نسبت از دست دادن، یه چنین چیزی ما میتونیم ترجمه کنیم. تا یک مدتی ما از تولید ناخالص ملی باید پرداخت داشته باشیم، یعنی تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه. اما توصیه اکید بنده این هست که توصیه اقتصاددانان کلا در دنیا این هست که اگر خواستید سیاست ضد تورمی در پیش بگیرید، که فعلا که کسی نخواسته سیاست ضد تورمی در پیش بگیره، یک بارم که در دولت قبل، در دولت تدبیر و امید، در دولت اول تدبیر و امید، یعنی دولت 11 سیاست ضد تورمی در پیش گرفته شد، اونها که سیاست ضد تورمی هم نبود، سیاست تعویق تورمی بود و بسیار سیاست مخربی بود. اما اگر یک روزی، حالا فرض محال که محال نیست، اگر یک روزی در کشور ما هم تصمیم گرفته شد که سیاست ضد تورمی در پیش گرفته بشه، اون هم اگر ابوی خانه انجام بدن، باید از متخصص بپرسند. دقیق فرمودید، یعنی هر کسی نمیتواند سیاست ضد تورمی رو توصیه کند. باید سواد داشته باشه. ببینید آخه برای بعضی از چیزا ما در این کشور، در هر کشوری در دنیا، ما احتیاج به سواد داریم دیگه، احتیاج به تجربه داریم، احتیاج به دانش داریم. نمیشه فردی که تخصص نداره در مصدر امور قرار بگیره و در هر کاری خواست انجام بده. حالا بر فرض ما بنا شد که سیاست ضد تورمی در پیش بگیریم، توصیه اکید بنده این هست که بازار سرمایه تقویت بشه. در دوران سیاست ضد تورمی سعی بشه که بازار سرمایه هم جنب و جوش داشته باشه. اگر این اتفاق بیفته، اون sacrifice ratio که خدمت شما عرض کردم، اون sacrifice ratio خیلی کوچکتر خواهد شد. پس صدمه که به اقتصاد میزنه خیلی کمتر خواهد بود و نرخ تورم خیلی سریعتر به سطح مطلوب ما که زیر 5% و زیر 2% باشه خواهد رسید. پس بنابراین توصیه اکید بنده این هست که اگر خواستیم تورم رو کنترل کنیم، باید بازار سرمایه تقویت بشه. اگر خواستیم رشد اقتصادی داشته باشیم، اشتغال رو افزایش بدیم، با از طریق بازار سرمایه خیلی بهتر هست. اونطور نه بازار سرمایه رانتی، شرط و شروط داره. من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. چشمانداز شما از دولت جدید توی 4 سال اول میون صحبتاتون یکی از پاسخ سوالهای من بود که برداشت من این بود که دیدگاه انبساطی دارید نسبت به 4 سال اول، از اول 1400 که ذکر کردید، من درست برداشت کردم از تو؟ نه ببینید، انبساطی فرمودید، سوالتون انبساطی بود. شما 1400 رو انبساطی شنیدم. چشمندازتون برای 4 سال دولت جدید؟ بله، برای دولت جدید رو باید ببینیم حالا مواضع چرا مواضع میگیرن. ببینید دولت گذشته سیاست‌های بسیار انقباضی در پیش گرفت در طی دولت اول، به نتیجه نرسید، به خاطر اینکه واقعا اون در واقع الگوها و دستورالعمل‌هایی که علم اقتصاد برای کنترل تورم در واقع توصیه میکرد، اینها رو توجه نکردن و یک سیاست های مندرآوردی در پیش گرفت دولت قبل که به شکست انجام داد. در انتهای دولت، یعنی در سال آخر دولت 12، ناگهان ورق برگشت
و تصمیم گرفته شد که سیاست انبساطی پولی در پیش گرفته بشه، کاملا هم درست بود. اتفاقا با سیاست انبساطی ببخشید سیاست انبساطی بودجه ای در پیش گرفتن که باید هم سیاست انبساطی بودجه ای در پیش می گرفتن. منتها یک مسئله ای داشت، شما در بزرگراه دارید حرکت میکنید، یک فردی مرتب هشدار میده، مثل بنده مثلا، من سالهای سال داشتم هشدار میدادم، یک فردی هشدار میده میگه که آقا با سرعت در بزرگراه باید سریع حرکت کنی، نباید با سرعت 20 کیلومتر در ساعت حرکت کنی. بعد طرف یه دفعه پاشو بذاره رو گاز با سرعت 500 کیلومتر در ساعت حرکت کنه. خب نه اون درست بود نه این درسته. خب چرا این دولت تدبیر امید نبود، دولت افراط و تفریط بود؟ سالهای سال اقتصاد رو در رکود ببریم، بعد تورم خیلی شدید به وجود بیاریم. بودجه 1400 بودجه بسیار تورمی بوده. واقعیت این است که دولت جدید تصمیم گرفته که بودجه رو اصلاحی بر بودجه اعمال نکند. بنابراین تا اینجای کار که تا حدی سیاست دولت پیشین ادامه پیدا کرده. اما یک نقل قول از ریاست محترم جدید سازمان برنامه بودجه هست، مبتنی بر این که در واقع سیاست انقباضی بودجه برای سالهای بعد در پیش گرفته بشه. یعنی مجدداً داریم برمیگردیم به دولت 11، مجدداً داریم برمیگردیم به سالهای اولیه دولت تدبیر امید. البته من توصیه‌ام این است که اولین اولویت اول باید تورم باشه، در این مسئله شکی ندارم، ولی امیدوارم که به اون سیاست‌های سابق بر نگردیم. روش کنترل تورم اتفاقاً سیاست انبساطی بودجه‌ای در مقابل در کنار سیاست انقباضی پولی است. یعنی باید خیلی دقیق‌تر این سیاست‌ها تنظیم بشه. اون دوستانی که تا حالا توصیه کردن و توصیه‌هاشون به عمل در اومده و شکست خوردن، به نظر من باید بپذیرند و اعلام کنند که ما نمی‌دانیم چه باید کرد. دقت فرمودید؟ پس بنابراین تا الان ما نمی‌دونیم دولت داره به کدوم سمت میره. فکر نمی‌کنم خود دولت هم بدونه. چون ما الان دولت در دولت داریم، تعداد افراد متعددی داریم که در رأس قرار دارند. یعنی ما الان فرمانده اقتصادی، یکی معاون اقتصادی رئیس جمهور که هست که همیشه فرمانده بوده ایشون، یکی معاون اول رئیس جمهور هست که بالاترین قدرت اقتصادی رو در طی 10-15 سال گذشته داشته، شخص ایشون و منصب ایشون بالاترین قدرت اقتصادی رو داشتن، در واقع یکی وزیر اقتصاد هست که معتقده که بالاخره باید تصمیمات اقتصادی از جانب ایشون اعمال بشه، حتی ایشون اعلام کرده که رئیس بانک مرکزی اگر بخواد تعیین بشه باید با هماهنگی من باشه. دقیق میفرمایید رئیس سازمان برنامه بودجه هست، دستیار اقتصادی رئیس جمهور هست که اصلا در واقع مسئول اصلی اقتصادی ستاد رئیس جمهور محترم بوده. بنابراین ما فرماندهان متعددی داریم که هر کدوم سودای فرماندهی دارند و نمیدونم، بنده واقعا اطلاع ندارم که در نهایت به کجا بیانجامد این وضعیت. خب از دولت جدید بگذاریم، یک عقبگرد داشته باشیم. آیا دکتر، آیا شما ریزش سال 99 رو پیش بینی کرده بودید؟ بله من پیش بینی کرده بودم. من خیلی تلاش کردم که پیام خودم رو به جامعه بدم در اون زمان، در همون ابتدایی که حتی در هفته اولی که کرونا آغاز شده بود، در ماه بهمن سال 1398 بود، بنده در وزارت اقتصاد خیلی تلاش کردم، حتی جلسه‌ای بود که مسئولین عالی اقتصادی حضور داشتن، آخرین باری بود که من در این چنین جلسات شرکت می‌کردم، تحلیل خودم را از مسائل اقتصادی ایران ارائه دادم، تحلیل پولی ارائه دادم و عکسی از مقابل شعبه کارگزاری یکی از کارگزاری کشور در قم رو نشون دادم و اعلام کردم، گفتم ببینید امروز صبح اون روز صبح اتفاق افتاده بود، یعنی عکس ساعت 5 صبح گرفته بودن، عرض کردم که در قم کرونا اومده، همه از ترسشون از خونه ها بیرون نمیان مگر صف در مقابل شعبه کارگزاری. یعنی این زمان طرف حاضر و با ما یک مثلی داریم در فارسی که میگیم که پول جون که نیست که آدم راحت بده. دقیق میفرمایید افراد داشتن جونشون رو میدادن که کد کارگزاری دریافت کنن. اون زمان من احساس خطر کردم، اعلام کردم. نظر مقام مسئول اون زمان این بود که دقیقاً عکسش عمل بشه، یعنی مردم رو بیشتر تحریک کنن، مردم وارد بازار سهام بشن، مثلا سهام دولتی رو در بازار سهام با قیمت گران به فروش برسونن و تأمین کسری بودجه دولت صورت بگیره. من متاسفم که چنین بود، متاسفم که چنین تصمیمی گرفتن، و
ولی من خیلی تلاش کردم که نه به صورتی که تشویش ایجاد بکنم، اضطراب ایجاد کنم، ولی تلاش کردم که اعلام کنم. به این صورت که من حتی پورتفوی خودم رو منتشر کردم و در تیر ماه 1399 در تیر ماه من اعلام کردم زیر پورتفوی خودم در همه کانال‌های ارتباطی که داشتم، نوشتم به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. و اون روز من از بازار خارج شدم. و اینکه از بازار خارج شدم، من میتونستم حدود 2 هفته 1 ماه دیگه هم در بازار بمونم، اما زودتر از بازار خارج شدم که این پیام رو به بازار بدم که اگر من رو قبول دارید به عنوان متخصص، من دارم از بازار خارج میشم، پس شما هم زودتر خارج بشید، نمونید تا آخرین روز. حالا نکته که من یک دکتر میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید دقیقاً عکس شرایطی که در تیر ماه 1399 بود امروز اتفاق افتاده. دقیق میفرمایید امروز به دلیل ریسک سیاسی، به دلیل نااطمینانی که نسبت به سیاست‌های دولت در آینده داریم، به دلیل شرایط خاصی که در بازار بین‌المللی داریم، ما قیمت مثلا کامادیتی‌ها رو نمی‌دونیم واقعاً به کدوم سمت خواهد رفت. دقیق میفرمایید یا مثلا در مورد کریپتو نمی‌دونیم کریپتو در نهایت چه خواهد شد. اینا همه ریسک هایی هست که تأثیر گذاشته بر بازار سرمایه ما. اگر در تیر ماه، در مرداد ماه و شهریور 1399 بازار بسیار گران بود و بازار حباب داشت، امروز در مهر 1400 من خدمت شما عرض میکنم بله بازار سهام الان حباب داره، منتها حباب منفی. اگر اون زمان حباب مثبت بسیار بالا داشت، الان حباب منفی بسیار شدیدی داره. و آقای وارن بافت میگه که بازار سرمایه جاییه که ثروت از کسانی که عجول هستند به کسانی که صبور هستند منتقل میشه. و مطمئن باشید کسانی که الان میتونن بازار رو تحلیل کنن و میبینن که این قیمت سهام ها بسیار ارزونه. من چند روز پیش یک شرکت سرمایه گذاری رو که قبلا تقبیح میکردم هجوم مردم رو در سال 99، در نیمه اول سال 99 به سوی این شرکت سرمایه گذاری رو بنده چند بار عرض کردم که بابا مثلا در فرض مثلا این شرکت اگر طلا داره، معدن طلا داره، حالا معلوم نیست این معدن طلا انقدر ارزشمند باشه که شما این سهامو به هر قیمتی می‌خرید. اون زمان بسیار گران بوده. الان اخیراً بررسی می‌کردیم می‌دیدیم که پی بی ای این شرکت سرمایه‌گذاری که واقعاً منابع بسیار ارزشمندی، دارایی بسیار ارزشمندی در اختیار داره، بسیار متنوع، دارایی‌های خارج از بورس خیلی بزرگی داره، این شرکت پی بی ایش به بین 2 تا 3 رسیده. دقیق می‌فرمایید تعداد زیادی ما شرکت اینطوری الان داریم. بله مطمئن باشید الان بازار حباب داره، منتها حباب منفی داره. منتها کی از این حباب کی میترکه و کی ما به قیمت تعادلی میرسیمش معلوم نیست. دقیق می‌فرمایید ممکنه 1 سال دیگه هم نرسیم به قیمت تعادلی. ولی اگر از من بپرسید که در بین بازار ملک و بازار اوراق حتی و بازار در واقع سپرده‌های بانکی و ارز و طلا کدام بازار ارزشمند است برای سرمایه گذاری، امروز من خدمت شما عرض می‌کنم، با قاطعیت هم خدمت شما عرض می‌کنم، در بازار سهام همیشه نمیشه با قاطعیت صحبت کرد. همونطور که سال گذشته با قاطعیت صحبت کردم که تأکید کردم که باید از بازار خارج شد، الان خدمت شما عرض می‌کنم که بسیار بازار سهام‌های بسیار ارزنده‌ای داره. من برداشتم این است که شاید یک چیزی حدود چنده یا حتی در حدود 100 سهام ارزنده الان در بازار هستند. بله هنوز برخی از سهام ها گران هستند، هنوز برخی از سهام های کوچک ما گران هستند، ولی بازار سهام بسیار بازار با ارزشی شده الان. قدر بدونید، وارد بشید و صبور باشید. ممنون که به این نکته اینجا اشاره کردید و الان بازارها وارد با نام بردید. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، ارزهای دیجیتال چطور؟ آیا شما اگر که بخواید قیاس داشته باشین، اول به ما بگید که آیا بازار ارزهای دیجیتال و ورود ایرانیان میتونه یک رقابتی یا مشکلی برای بازار سرمایه ایران ایجاد کنه یا خیر؟ و اینکه اگر بخواید مقایسه کنید بین الان تمام بازارهای موازی رو شما نابودید و ارجحیت بازار سرمایه بورس رو فهمیدید، حالا بین سرمایه بازار بورس و ارزهای دیجیتال چطور؟ اگر قرار باشه یک قیاس بین این دو داشته باشید چی؟ بله بله، ببینید اولا شما فرمودید که سوال اول شما این بود که آیا ارزهای دیجیتال بازار کریپتو می تواند تهدیدی برای بازار سرمایه ما باشد یا نه؟ بله تهدید بوده است، تهدید جدی هم بوده است، هیچ شک نکنید در این قضیه. مقدار سرمایه‌ای که در کشور ما به سمت ارزهای دیجیتال رفته بسیار سهمگین بوده.
به خصوص در شهرهای کوچک، در شهرستانها خیلی از جوانهای ما با این عرصه دیجیتال آشنا شدن و سرمایه اندک خودشون رو در عرصه‌های دیجیتال آوردن. دقت می‌فرمایید 10 میلیون تومان و 20 میلیون تومان و 5 میلیون تومان و 100 میلیون تومان اینها رو آوردن عرصه دیجیتال. من توصیه اکید می‌کنم که این عزیزان، من توصیه اکید می‌کنم که اگر متخصص ویژه در عرصه‌های دیجیتال ندارن، یعنی متخصص درجه یک ارزهای نه، ارزهای دیجیتال فرق میکنه، حتی اگر متخصص هستن متخصص ویژه نیستن، یعنی از هر 1000 نفر به نظر من 1 نفر باید در بازار ارز دیجیتال الان باقی بماند، بقیه خارج شوند. هنوز فرصت داری، 2-3 ماه فرصت هست هنوز، به محض اینکه تیپرینگ شروع بشه در امریکا، یعنی به محض اینکه FOMC اعلام کنه، رئیس فدرال رزرو امریکا آقای پاول اعلام کنه که در واقع سیاست‌های تیپرینگ شروع شد، یعنی خرید اوراق رو کاهش میدهند، یعنی خلق پول رو نه اینکه متوقف میکنن، خلق پول رو به تدریج کم میکنن. به معنی اینکه این اتفاق بیفته برسای دیجیتال دیگه ارزشی نخواهند داشت. من الان خدمتتون خیلی راحت عرض میکنم، یعنی خیلی راحت ممکنه قیمت ارزهای دیجیتال به 1/5 1/10 قیمت امروز برسن. اینجا شما ضبط بفرمایید، بعدن اگر نرسیدیم من در خدمت شما هستم. دقیق می‌فرمایید باز ارز دیجیتال وقتی که سیاست‌ها انبساطی پولیست، اتفاقا مأمن امن پول هست، یعنی خلق پول بی‌ضابطه‌ای که صورت می‌گیره وارد بازار ارز دیجیتال میشه و به اقتصاد صدمه چندانی نمی‌زند. اون تورمی که قرار بود در امریکا ایجاد بشه، در دنیا ایجاد بشه، در اروپا ایجاد بشه، اون تورم منتقل شد به بازار ارز دیجیتال. حالا وقتی که سیاست‌های ضد تورمی در پیش گرفته بشه، سیاست‌های انبساطی کم کم متوقف بشه و در سال احتمالاً در سال 2023، یعنی 2 سال از الان، 2 سال بعد احتمالاً در نیمه اول 2023، همین ماهایی که درش یاد یا حتی زودتر از این، وقتی که سیاست انقباضی شروع بشه، شما ببینید که ارزهای دیجیتال بسیار بسیار محدود خواهند شد. آلت کوین ها و شیت کوین ها و اینها بسیار بسیار صدمه خواهند دید. حتی طلای ارز دیجیتال که بیت کوین باشه، به نظر من بسیار قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد. حالا اینکه مثلا فردی تخصصی داره که میدونه فلان ارز دیجیتالی که الان چند سنت بیشتر ارزش نداره، ممکنه در طی 3-4 ماه آینده تبدیل به چند دلار بشه، خب اون فرد میتونه سرمایه گذاری کنه. اما خطر در بازار ارز دیجیتال از این به بعد خطر جدی خواهد بود. کسانی که در اون بازارها حضور دارن دقت بفرمایند که بازار از نظر ذاتی، ارزش ذاتی بازار بورس ایران رو که در نظر بگیرید الان بسیار ارزانه، ارز دیجیتال بسیار گرانه. این رو باید مد نظر قرار بدهید. بله. خیلی خوب. دکتر، توصیه‌تون برای همراهان مجموعه سرمیران و دوستانی که امشب تو این لایو با ما همراه هستن چی هستش برای جلوگیری از اینکه خدایی نکرده دوباره در ریزشی مثل سال 99 درگیر نشن و سرمایه‌شون گرفتار همچین صفحه فروشی نشه؟ اول آموزش هست. من خاطرم هست سال 99، من وقتی دیدم توصیه ها فایده نداره، خود من یک دوره تحلیل فاندامنتال، دوستانی الان احتمالاً در لایو ما باشند که در اون دوره شرکت کردن، چون چند صد نفری خدا رو شکر اون زمان شرکت کردن، من اون زمان دوره تحلیل فاندامنتال به وجود آوردم و این رو در وبسایت خودم هم کلینیک اقتصادم ارائه میدهم. من توصیه اکیدم این هست که دانش خودتون رو بالا ببرید. خیلی خیلی ارزشمند دانش مالی، دانش تحلیل سرمایه گذاری و دانش اقتصاد، به خصوص اقتصاد کلان، خیلی ارزشمنده. دقت می‌فرمایید، ببینید کل آموزشی که من دادم روی فاندامنتال و اقتصاد کلان روی هم یه چیز حدود 200 ساعته. شما 200 ساعت سرمایه گذاری میکنید، ولی می آموزید که کی وارد بازار بشید، کی از بازار خارج بشید، کی بترسید، کی نترسید. دقیق میفرمایید. من به نظر من سال گذشته باید حتما میترسیدیم از بازار سهام. بسیار اوورولیود، بسیار خطرناک بود. الان کاملا برعکس است. الان اگر کسی ترس از ریزش بازار داره، در جهل مرکب است. نه اینکه بازار فردا رشد میکنه. چرا؟ برای اینکه الان به شرایطی رسیدیم در طی 3-4 هفته گذشته که سهام خوب و بد همه با هم دیگه فروخته میشد. عرض کردم خدمت شما شرکت سرمایه گذاری که پی بی ای 4.5 بوده الان تبدیل شده به پی بی ای 2.8. با
با یک گزارش درخشانی که این شرکت داد قیمت سهام کاهش پیدا کرد. دقیقا فرمودید. پس بنابراین همان ایرشنالیتی، همان عدم عقلانیتی که ما پارسال در بازار می‌دیدیم در خرید سهام، امسال در بازار داریم می‌بینیم در فروش سهام. بازار سهام آندر ولیو هست، خدمت شما عرض کردم. از اون طرف بازار کریپتو اوور ولیو هست، باز خدمت شما این مسئله رو خیلی صریح اعلام کردم. چون اگر که خاطر مسلمن که اگر که نداره مسلمن خاطرتون هست که تو سال 98 افراد بدون آموزش، بدون تجربه هر سهمی رو انتخاب میکردن و خرید میکردن، خوشبختانه یا متاسفانه سود میکردن. ولی الان توی سال 1400 این بحث فاندامنتال هستش که تعیین کننده هستش که چه سهمی ارزنده هست. من میخوام از شما این سوال داشته باشم که شما فکر میکنید که یک سهامدار توی بحث فاندامنتال یا بنیادی باید چه فاکتورهایی رو برای پیدا کردن یک سهام ارزنده مد نظر داشته باشه؟ احسن، این سوال خیلی خوبی هست. من اتفاقا بازم بعد از ریزش بازار در سال گذشته، فکر میکنم فصل پاییز بود، یک دوره یک جلسه‌ای در مورد فیلتر نویسی بنیادی صحبت کردم. اونجا توضیح دادم که ببینید عوامل بنیادی که شما باید در نظر بگیرید شاید چند ده عامل بنیادی هست که در یک شرکت شما باید مد نظر قرار بدید. دقیق میفرمایید. ولی در اون دوره فیلتر نویسی بنیادی من به مهمترین ها اشاره کردم. یک زمانی من یک کار سهمگینی، یک کار بسیار بزرگ آماری که اون زمان فکر کنم نه فقط در ایران، شاید در دنیا بی نظیر بود، حدود 16-17 سال پیش بود، من روی بازار سهام ایران انجام دادم و میخواستم قدرت پیشبینی نسبت‌های مالی رو به دست بیارم که کدام نسبت‌های مالی بهتر می‌توانند روند بازار سهام رو پیش‌بینی کنند. و حالا من خدمتتون قلقش رو میگم چون که فوت کوزه‌گری رو در خدمتتون قرار میدم. حالا به اون دوستانی که زحمت کشیدن الان تا این وقت شب، خواهش می‌کنم تا این وقت شب حضور پیدا کردن در اینجا، ما از 28 نسبت حسابداری رسیدیم به یکی از نسبت‌های حسابداری که قدرت بسیار قوی در پیش‌بینی روند یک سهم داشت، یعنی در پیش‌بینی روند بازده یک سهم در حتی تا 2 سال بعد داشت. یعنی شما این نسبت رو الان در نظر بگیرید، تا 2 سال بعد شما میتونید خیالتون تا حدی جمع باشه، راحت باشه که این سهام هنوز میتونه به رشد خودش ادامه بده. و اون هم نسبت حاشیه سود بود، پروفیت مارجین. دقت میفرمایید. حالا چرا پروفیت مارجین یا حاشیه سود خیلی مهم هست؟ چون که معمولاً باید همه صنایع، همه شرکت‌هایی که در اقتصاد هستن یک پروفیت مارجین مشخص داشته باشه. اگر شرکتی پروفیت مارجین بسیار بالاتر داره، حاشیه سود بسیار بالاتر داره، یا از راندهای ویژه برخورد داره که در کشور ما خیلی زیاد این قضیه، یا از قدرت انحصاری برخورد داره که باز هم عرض کردم در ابتدای عرایض، ما یک کشوری هستیم که سرمایه خواری رفاقتی داریم، یعنی کرونی کپیتالیسم داریم. در کشور ما اصلاً انحصار اصلاً در واقع حتی مقبوله، یعنی ممدوح انحصار. و شرکت هایی که قدرت انحصاری دارن، خب اینها میتونن سوداوریشون رو ادامه بدهند تا مدت ها سوداور باقی بمانند، یا اینکه از تکنولوژی خاص این شرکت برخورداره، یا مثلا برند خاص داره، یا هر دوی اینها رو ممکنه. مثلا ما شرکتی داریم، شرکت اپل مثلا در دنیا، این شرکت اپل هم تکنولوژی پیشرفته ای هست، هم علاوه بر تکنولوژی از نظر برند خیلی قوی داره. دقیق میفرمایید. خب این شرکت میتونه حاشیه سود بالاتری رو حفظ کنه. بنابراین حاشیه سود بسیار مهم هست به عنوان مهمترین متغیر فاندامنتال من میتونم خدمت شما معرفی کنم. اما مسائل دیگری هست که مثلا در اقتصاد ایران اصلا بهش توجه نمیشه، روی قیمت سهام هم انقدر تاثیر نمیگذاره، در حالی که در بلند مدت مشکل ساز میشه. مثلا گزارش هیئت مدیره و به خصوص گزارش بازرسان، این گزارش بازرسان بسیار مهمه، ولی کسی در ایران متاسفانه به گزارش بازرسان توجه نداره. بنابراین علم حسابداری و حسابرسی در این که شما در بازار سهام موفق باشید بسیار مؤثره. نکته دیگر این که در شرایط امروز بازار که خوب و بد داره با هم میسوزه، سهام هایی که دیویدند بالا میدن میتونن خیلی ارزشمند باشن، سهام هایی که سود تقسیمی بالا دارن میتونن ارزشمند باشن. البته حتی با توجه به اینکه ما تورم بالایی هم داریم، من این صحبت رو دارم خدمتتون میکنم،
بنابراین سهام هایی که درصد عمده سودش رو تقسیم میکنن به صورت سود نقدی، یک مقدار شما خیالتون میتونه راحت باشه که حداقل اینها عدد سازی نکردن، چون وقتی عدد سازی انجام میشه دیگه پولی نیست که بخوام به صورت سود نقدی تقسیم کنم. فکر کنم تا اینجا کافی باشه. باز اگر دوستان علاقمند بودن بیشتر، لااقل این بضاعتی که بنده داشتم در گذشته، اگر مایل بودن من دوره های فاندامنتال و دوره فیلتر نویسی بنیادی در وبسایت بنده هست میتونم مراجعه کنند، یا از دوره دیگر اساتید استفاده کنند. خواهش میکنم. خب در مورد تقسیم سود صحبت کردیم، پیشنهادتون به سهامداران خرد برای شرکت در مجامع چی هستش؟ اهمیت شرکت در مجامع برای یک سهامدار خرد چقدر هستش؟ چون متاسفانه نادیده گرفته میشه کلا. احسنت بر شما. بازم سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، بعضی از بازارهای سهام هستن اینها کلن عملکرد بهتری دارن. این بازارهای سهام بازارهایی هستن که یک تعدادی از سهامداران اکتیو اینوسترز هستن، سهامداران فعال هستن. اینها اگر شرکتی خوب عمل نکنه شرکت رو رسوا میکنن، وقتی مدیریتی خوب عمل میکنه اون مدیریت رو به عرش میرسانن، تشویق میکنن، مثل هواداران مسابقات فوتبال. دقیق می‌فرمایید. چرا در بعضی از کشورها مثلا ورزش، مثلا یک ورزش خاص مثلا بسکتبال، فوتبال، والیبال، بعضی از ورزش خاص مورد توجه قرار میگیره، پیشرفت میکنه؟ چون هوادارانی داره این ورزش که این هواداران در واقع این جبی که به وجود میآورن کمک میکنه که کل بازار اصلاح بشه. من توصیه اکید بنده این هست که سهامداران خرد اکتیو باشن در بازار. اگر سهامشون خوب عمل نمیکنه سوال کنن، در مجمع شرکت کنن، حق خودشون رو بگیرن. منتها باید این پشتوانه قانونی هم پیدا کنه که متاسفانه از این پشتوانه قانونی خبری نیست. اگر من میخواستم پشتوانه قانونی اجرا کنم، مثلا ماده واحده تصویب میکردم که مثلا سهام شرکت هایی که مثلا دولت در این شرکت ها سهامداره یا سهامدار اکثریته، دولت فقط بتونه یک صندلی هیئت مدیره بیشتر نتواند داشته باشد و در این صندلی هیئت مدیره فقط حق وتو داشته باشد. یعنی ما اجازه ندیم دولت در مثلا در مدیریت شرکت ایران خودرو تصمیم بگیرد، در حالی که مسئولان دولتی ما میگن که خب ایران خودرو که مال خودمونه، ما باید یکی یکی بریم اونجا. من یه اون کارمندی کردم، الان باید برم ایران خودرو بالاخره عضو هیئت مدیره بشم، مدیر عالی بشم، ثروتی کسب کنم تا بعد. دقیق میفرمایید. خب این باید جلوش گرفته بشه. و از اون طرف باید به سهامداران خرد به نظر بنده میشود در اصول حاکمیت شرکتی ما این رو بذاریم که سهامداران خرد قدرت بیشتری در هیئت مدیره داشته باشن. این خیلی کمک میکنه که وضعیت حاکمیت شرکتی در بورس ما تغییر کنه. ممنون دکتر. اسم از ایران خودرو آوردی. به نظر شما آزاد شدن واردات خودرو و رد شدن تحریم‌ها چه تأثیری میتونه توی بازار سرمایه داشته باشه یا میتونه دوباره بازار رو مثل سال 99 رقم بزنه؟ نه ببینید، صنعت خودروی ما زیاندهه. حالا اگر که خودرو هم آزاد بشه تأثیر چندانی نخواهد داشت. دقت میفرمایید. اتفاقا ترجیح بنده اگر از من میپرسید راه نجات صنعت خودرو چیه، بنده اعلام میکردم که راه نجات صنعت خودرو آزادسازی کامل این صنعت هست. آزادسازی کامل این صنعت یعنی شما اجازه واردات، قشنگ به راحتی اجازه واردات خودرو رو به کشور بدهید، اجازه سرمایه گذاری شرکت های خارجی رو در ایران فراهم کنید، بر روی واردات قطعات خودرو هم شما اصلا تعرفه نگیرید، دقت فرمودید، اجازه بدید با هم کامل رقابت کنند. من مطمئنم اگر این شرایط به وجود بیاد و مدیریت رو به مردم بسپاریم، مدیریت مردمی، اقتصاد مردمی داشته باشیم، به جای سرمایه خاری رفاقتی رو بیاوریم به اقتصاد مردمی، من مطمئنم اگر این اتفاق بیفته صنعت خودروی ما بالنده خواهد بود. ما اتفاقا در این زمینه مزیت نسبی داریم. ما میتونیم به کشورهای دیگه خودرو صادر کنیم. ما میتونیم به تولید کنندگان عمده خودروی دنیا حتی خودرو صادر کنیم. به شرط اینکه اجازه بدیم که صنعت از نظر تکنولوژی رشد کنه و فقط مسئله تکنولوژی نیست. ببینید در صنعت خودرو اون چیزی که ما کم داریم مباحث در واقع
خدماتی هست، یعنی خدمات پس از فروش مثلا خوب ارائه نمی شود در صنعت خودرو، طراحی خودرو مثلا مشکل داره، یا مثلا بالاخره سرویس هایی که شرکت ها باید بدهند، مثلا شبکه فروشی که باید داشته باشن، چون موقعیت انحصاری داشتن اصلا این شبکه فروش رو ایجاد نکردن. دقیق میفرمایید. خب اینها ارتقا پیدا نخواهد کرد، یعنی ما ارتقا کیفی نخواهیم داشت، ارتقا استاندارد نخواهیم داشت، مگر اینکه رقابت کامل در یک صنعت به وجود بیاد و صنعت خودرو به عنوان یک نوزاد 60 ساله 70 ساله، یک طفل شیرخوار 70 ساله، خب این زشته برای صنعت خودرو. الان صنعت خودرو میتواند روی پای خود بایستد به نظر من، و همین دخالت های دولتی بوده که باعث شده که به این زیان انباشته سنگین رو به بار بیاره. من این نکته رو خدمت شما میخوام عرض کنم. صورت های مالی بانک ملی اخیرا منتشر شد با یک زیان انباشته بسیار بالا. این زیان انباشته در واقع یعنی تورم، یعنی در طی سالهای گذشته این بانک و سایر بانک های کشور نقش عمده‌ای در تورم داشتن. اما اجازه بدید منم اینو خدمتتون عرض کنم، این نکته رو خدمتتون عرض کنم. اجازه بدید عادلانه به موضوع نگاه کنیم، قضاوت عادلانه‌ای داشته باشیم. همین بانک ملی بارها و بارها به صنعت خودروسازی کشور منابع عظیمی رو منتقل کرده. پس اون در واقع زیان انباشته‌ای که ما می‌بینیم، اون زیان انباشته از دخالت‌های دولت بوده، یا دولت استقراض کرده از این بانک‌های دولتی، یا دولت فشار آورده که این بانک‌ها مجبور شدن به صنایع دیگری در واقع انتقال ثروت داشته باشند. راهکار پیشرو کشور برای این که بتونیم، چون دیدی توی بحرانی اعلام شد که کشورهای خارجی یا افراد از بحران خارجی میتونن روی بورس ایران سرمایه گذاری کنن، چه راهکار واقعی میشه ارائه داد تا ما بتونیم سرمایه گذاران خارجی رو برای بازار بورس ایران جذب کنیم؟ کما اینکه توی بازار خارج سالهای سال هستش داره این اتفاق میفته، یا حالا توی بازار ارزهای دیجیتال داره این اتفاق میفته و از همه دنیا توی سرمایه گذاری میکنن، چه راهکاری میشه ابداع کرد که این اتفاق برای بازار سرمایه ایران هم بیفته؟ ببینید، هر وقت که نسبت بازده به ریسک شرکت ها نسبت مناسبی بشه، افراد از خارج از کشور هم حضور پیدا میکنه. مثال خدمت شما بزنم، در سالهای 95 و 96 و 97 مقدار بسیار زیادی پول ایرانیان خارج از کشور منتقل شد به حسابهای سپرده هزینه‌های بانک ها. چرا؟ برای اینکه تورم در ایران خیلی پایین بود، نرخ ارز تقریبا سرکوب شده بود، تثبیت شده بود، و از اون طرف بانک ها داشتن 20%، 22%، 23% سود میدادن. کسی که در اروپا زندگی بکنه، کسی که در واقع آمریکا زندگی کنه، در کشورهای خلیج فارس زندگی کنه، نرخ سودی که از بانک دریافت میکنه 0.1%. اگه پولش رو تو بانک بخوابونه، بالاخره ریسکش هم بپذیره، ممکنه 1%، 2% منتقل بشه، اونم حد اکثر ممکن هست. دقیق میفرمایید. خب ما بازاری داشتیم که داشت دلاری 20% سود میداد، دلاری 23-24% سود میداد. دقیق میفهمه. پس هر وقت ریسک رو ما کاهش بدیم، سرمایه گذاری خارجی هم حاضر سرمایه گذاری کنه. خیلی راحت شما خودتون رو بذارید جای سرمایه گذار خارجی. اصلا اون نگاه نمی کنه ایران یا عراق یا مثلا ژاپن. میگه در این کشور، در این بازار بورسی که وجود داره، این شرکت هایی که اصلا بازدهی بالا دارن، ریسکش هم انقدر بالا نیست، اصلا سرمایه گذاری میکنن. حالا چگونه ممکنه ما ریسک رو کاهش بدیم؟ دقیق میفرمایید. من برداشتم این است که ببینید، این مسائل دیپلماسی خارجی و اینها تأثیر داره، من نمیگم تأثیر نداره. خب من نمیخوام اینجا خدمت شما شعار بدم. بله، بعضی ها هستن وظیفه‌شون شعار دادن. تحریم تأثیر منفی داشته بر اقتصاد ایران، هیچ شکی درش نیست. مثلا مبادلات بانکی ما تأثیر منفی داشته، FATF تأثیر منفی داشته، ولی مهمترین مسئله که نقش بسیار بسیار مهمتری داره، سیاست های اقتصاد کلان هست. این سیاست ها اگر که در جهت تشدید آثار تحریم ها حرکت کنه، میتونه بسیار مخرب باشه. مسئله که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، اگر ما سیاست های اقتصاد کلان رو اصلاح کنیم، اگر ما سیاست های مثلا مانع زدایی رو، که امسال اسم شعار سال مانع زدایی، تا امروزش که یک نمونه مانع زدایی ما ندیدیم، اگر شما دیدید بفرمایید، یک مورد بفرمایید فلانجا مانع زدایی شده،
دقیق فرمود مثلا در فلان صنعت در فلان بازار مانع زدایی انجام شد، مقررات دست و پاگیر رو فقط بخواد، حتی شعاری ما یک صنعت رو مثلا مقررات دست و پاگیر رو برداشتیم، شرایط سرمایه گذاری فراهم کردیم. دقیق فرمودید من ندیدم، من نبوده اصلا. ولی اگر قرار بود واقعا کار درستی انجام بشه، مهمترین سیاستی که باید در پیش میگرفتیم همین تسهیل کسب و کارها و مانع زدایی بود. شعار سال شعار خیلی مناسبی بود. جالب اینجاست که بین اقتصاددانان و فعالان بازار هم، بله، من به جز من فکر نمی کنم هیچ کسی، حتی مسئولین دولت فعلی یا دولت گذشته، من فکر نمی کنم به جز بنده هیچ کس از این شعار حمایت کرده. خیلی جالبه که شعار سال می نویسن، مثل این که من شنیدم روی سربرگ هاشون و اینا می نویسن. خب من در دستگاه دولتی حضور ندارم، ولی شنیدم شعار سال اونجا می نویسن و اینا، ولی یک مورد من ندیدم مثلا حتی حمایت هم نمی بینم انجام بدن. اما اگر این قضایا صورت بگیره، اون وقت شما میبینید که ریسک اقتصاد کلان اگر کاهش پیدا بکنه، اگر شرایط تسهیل کسب و کار فراهم بشه، شما میبینید که وضعیت به سرعت تغییر میکنه. اون وقت هم سرمایه گذار داخلی سرمایه گذاری خواهد کرد، هم سرمایه گذار خارجی. اگر میخواید سرمایه گذار خارجی جذب کنید، سرمایه گذار داخلی رو دفع نکنید. دقیق میفرمایید آخه داخلیه داره در میره. شما الان سوال از بنده میپرسید که خارجی چگونه ما خارجی رو جذب کنیم؟ و من نمیخوام اشاره کنم در کشورهای همسایه ما الان شما ببینید چه پروازا پره، همه سرمایه گذاران دارن میرن کشورهای همسایه. بله. خیلی شکر. اگه تو یک سال از خودتون بپرسم، دید شما و استراتژی شما برای سرمایه گذاری توی بازار روز به چه صورت هست؟ که چه بازه زمانی سرمایه گذاری میکنی؟ اینو به سهامداران ما یک تجربه از شما کسب. بله، ببینید یه چیز، یک مفهوم غلطی سال پیش متاسفانه اتفاق افتاد. باز هم من به دلیل در واقع چیزی که داشتم، یعنی یک احساس در واقع میخواستم که از نظر اجتماعی کمک کرده باشم به سهامداران و به مردم و بازار سرمایه، من یک دوره رو ایجاد کردم. اتفاقا خیلی هم از من وقت گرفت و هزینه برد، برعکس بقیه دوره ها، چون بقیه دوره ها رو بالاخره مطالب رو بلافاصله آماده میکنیم یا ارائه میدیم، ولی این دوره رو واقعا کار کردیم. ما رفتار 10 سهامدار بزرگ دنیا، 10 سرمایه‌گذار اسطوره‌ای دنیا رو ما اومدیم در قالب یک دوره به نام دوره ثروت آفرینی اومدیم ارائه دادیم. دقت فرمودید یک مسئله که در میان این سرمایه‌گذاران تقریبا همیشه مشترک بود این بود که در میان این 10 سهامدار، 10 سرمایه‌گذار اسطوره‌ای تاریخ، ما تریدر نداشتیم. یعنی کسی که روزانه سهام بخره بفروشه، مثلا دیلی تریدر اصلا نبوده. همه‌شون سرمایه گذاری بلند مدت داشتن. دقت فرمودید همه بلند مدت، حالا انواع و اقسام داشته، ولی من فکر نمی کنم حتی یکیشون تکنیکالیست بوده. یعنی همه فاندامنتال بودند، همه بلند مدت بودن بلا استثنا، ولی سیاست ها خیلی فرق می‌کرده. بعضیا مثلا بنجامین گراهام و آقای وارن بافت که الان خیلی مشهور شاگرد بنجامین گراهام بوده، اینها بیشتر روی سهام ارزشی سرمایه گذاری میکردن. برخی دیگه مثل آقای مثلا فیشر، اینها مثلا روی سهام رشدی بیشتر سرمایه گذاری میکردن. در اون دوره همه اینا رو توضیح دادیم. دقت میفرمایید؟ خب خب الان ببینید اتفاق عرض میکنم. جا بفرمایید شما. بگیرم صحبتتون نمونشد خواهش کنم. میخواستم بپرسم که راهکار برای ارتقاء فرهنگ سهامداری چی هستش الان؟ حتی کارگزاری ها با چه تدابیری میتونن این فرهنگ سازی رو توش نقش داشته باشن و گسترش پیدا کنه؟ چون همه اینا پله هایی هستن برای اون رسیدن به هدف اصلی که سهامدار واقعا نفع ببره از این بازار، نه اینکه قربانی این بازار. احسن. حالا من میخواستم این نکته را خدمتتون عرض کنم که حالا مدت‌های مدید فعالان بازار همیشه سیگنال میفروختن، توصیه میکردن به دیلی تریدینگ، به سرمایه گذاری روزانه. وقتی بازار ریزش کرده میگن شما باید دید بلند مدت داشته باشید. یعنی چی باید دید بلند مدت داشته باشید؟ داره میاد پایین، داره ریزش میکنه، خیلی گرانتر از اون سطحیه که باید باشه. پی بی متوسط بازار رسیده یه چیزی بین 20 تا 30. اصلا اونجا باید قشنگ توصیه این بود که هرچی میتونید بفروشید. خب ولی در شرایط عادی سرمایه گذاری بلند مدت در بازارها پاسخ میده. منظور از سرمایه گذاری بلند مدت بیش از 2-3 سال هست. اگر بیش از 2-3 سال سرمایه گذاری، دید سرمایه گذاری شما باید تا 2-3 سال باشه.
دقت فرمایید، یعنی فرضتون این باشه اگر من سهامو خریدم، خدای نکرده اتفاقی در کشور به وقوع پیوست که من تا 2 سال نتونستم سهامو بفروشم، بعد از 2 سال اگر این سهامو داشتم سود کرده باشم. حالا ما اینجوری، بنده اینجوری توصیه میکنم، من اینطوری کار میکنم، آقای وارن بافت وقتی سهامی رو میخره برداشتش اینه که اگر من تا 30 سال نفروختم، بعد از 30 سال منتفع شده باشم، یعنی از بازار جلو افتاده باشم. ببینید مثلا ایشون چطور تصمیم گیری میکنه آقای وارن بافت. بعد میفرمایید بعد توصیه بندم این هست که علم و دانش خودتون رو بالا ببرید و حالا یک مسئله دیگه این هست که اطراف خودتون ببینید کدوم بزنس، کدوم کسب و کار، کدوم شرکت میتونه موفق باشه. دقت فرمودید یکی از بزرگترین سهامداران، بزرگترین شاید سرمایه گذار اینستیتوشنال، سرمایه گذار نهادی تاریخ آقای پیتر لینچ بود. آقای پیتر لینچ با رفته بوده منزل خانومش سر میز شام، میگه که آره فلان شرکت خیلی خوبه، جوراب زنونه آورده داره تو خاربار فروشی میفروشه. آقای پیتر لینچ فردا دستور بررسی داده، دقت فرمودید، و اون شرکت رو خریداری، سهام اون شرکت رو خریداری میکنه و به شدت سود میکنه. و ایشون همیشه توصیه‌اش این بود که چشماتون رو باز کنید، اطراف خودتون رو ببینید. اگر واقعا میبینید که صنعتی سوداوره یا شرکتی سوداوره، خب برید دم سرمایه گذاری کنید. اونجا توصیه آقای وارن بافت رو هم داشته باشید. اگر آشنایی ندارید سرمایه گذاری نکنید. عزیزان من در کریپتو اگر آشنایی ندارید سرمایه گذاری نکنید. اگر تخیل میکنید که آشنایی دارید حتما سرمایه گذاری نکنید. چون خیلی هستن تصورشون اینه که واقعا آشنا هستن با بازار کریپتو. حالا شما ما اتفاقا یک آقای جوونی رو، آقای رضایی رو آوردیم که در کلینیک اقتصاد مباحث رمز ارز و کریپتو رو تدریس کنن. در 8 ساعت شما نمیدونید چقدر ایشون مطالب متعددی در مورد کریپتو گفت. دقیق میفرمایید در عرض 8 ساعت من فکر می‌کنم شاید 10 ها مطلب ریز در مورد بازار رمز ارزها وجود داشت که ایشون مطرح کرد. حالا این تازه یک دوره مقدماتی بود. شما بخواید با ویژگی‌های این ارزهای مختلف آشنا بشید یک عمر می‌خواد. دقیق می‌فرمایید و با توجه به اینکه شرایط اقتصاد کلان برای کریپتو الان فراهم نیست، برای سهام هم همچی فراهم نیست. من اجازه بدید اینو خدمتتون با صراحت عرض کنم. اینکه دولت مجبور میشه که بالاخره بین مثلا بین اوراق و پایه پولی و افزایش پایه پولی مجبور میشه اوراق رو انتخاب کنه، خب این خیلی ارزشمنده. بالاخره دولت قبل که حاضر نشد اوراق منتشر کنه، این دولت در ابتدای کار حاضر شده اوراق منتشر کنه، این ارزشمنده. اما وقتی اوراق منتشر کرد، اگر نرخ اوراق شروع کنه به سرعت افزایش پیدا کردن که در 1 ماه گذشته این اتفاق افتاد، که من توصیه‌ام این بود که نکنید، من همون کسی، یعنی من بیش از هر کسی در این کشور از اوراق حمایت کردم، هیچ کسی نیست به اندازه بنده اینقدر تلاش کرده باشه که این مطلب رو جا بندازه. اما نرختون در عرض 1 ماه نرخ اوراق 2% افزایش پیدا کرده. عزیزان ما، چرا من ایرانی باید همیشه افراط و تفریط داشته باشم؟ این 2% اگر شما 1% می‌کردید، بازار سهامم روند خودش رو ادامه می‌داد. بنابراین ممکنه روند اقتصاد کلان در کوتاه مدت هم به نفع سهام الان نباشه، ولی ارزنده این بود که سهام ها بسیار ارزنده هستند. اصلا شما به صورت روزانه به بازار نگاه نکنید. آقای پیتر لینچ یک استعاره ای داره تحت عنوان مستر مارکت. در همون دوره ثروت آفرینی من به این مسئله مستر مارکت اشاره کردم، خیلی مسئله مهمیه، که میگه اصلا نباید به این آقای بازار یا مستر مارکت، میگه اصلا به آقای بازار نباید توجه بکنید، نباید به حرفش گوش بدید. ایشون دمدمی مزاجه، بازار ما دمدمی مزاجه. بازار ما 4 هفته پیش سهامی رو تصور میکرده خوبه، هر روز داشته 5% مثبت میخورده، در طی این 1 ماه گزارش بسیار مثبتی داده، الان چند هفته است داره منفی میخوره، منهای 5 میخوره. دقیق میفرمایید همه جای دنیا همینه، بازار در کوتاه مدت دمدمی مزاجه. من در خدمتتون. خواهش میکنم. به عنوان حسن ختام صحبت های امشب و تونقره که توصیهی برای سهامداران عزیز همراهان لایو امشب ما میتونیم با ما همراه بودن و افرادی که ما رو دنبال کردن داریم ما بشتیم. خواهش میکنم. ببینید ما الان در شرایطی در اقتصاد ایران قرار داریم که کلن بازار دارایی ها دارن عقب نشینی میکنند. دقیق می فرمایید کل بازارهای دارایی دارن عقب نشینی میکنن.
شما چه در ملک سرمایه گذاری کنید، چه شاید در ارز سرمایه گذاری کنید، ارز رو مطمئن نیستم، چه در طلا سرمایه گذاری کنید، چه در سهام سرمایه گذاری کنید، چه در کریپتو سرمایه گذاری کنید، چه حتی در حساب بانکی سرمایه گذاری کنید، همه ارزش از دست خواهید داد. یعنی یک مقداری ممکنه ضرر کنید. میتونید پول نقد نگه دارید یا در بانک سرمایه گذاری کنید یا اوراق بخرید که باز اون هم پایین تورم به شما سود میده. چاره چیه؟ چاره اینه که در دارایی ارزان سرمایه گذاری کنید. دارایی ارزان الان در اقتصاد ایران بخشی از بازار سهامه. باز عرض میکنم خدمتتون، بخش عمده سهام ها در ایران هنوز گران هستند. بخش عمده، یعنی اگر 700 تا سهم ها در ایران داریم، شاید در بورس تهران داریم، شاید یه چیزی بالاتر از نصف این سهام ها گران هستند. بنابراین باید بیاموزیم که چگونه سهام های خوب رو فیلتر کنیم. دقیقاً فهمیدم، سهام های خوب رو جدا کنیم، از بین اونها انتخاب کنیم. دقیقاً فهمیدم، این فیلتر نویسی به این درد میخوره که شما یه سری سهام دارید در نهایت که میگید این سهام ها حالا خیلی بد نیستند. البته یک نکته ای رو باید دقت کنید، ممکنه که سهامی کاملا ویندو درسینگ انجام شده باشه. ویندو درسینگ یعنی این که ظاهر سازی شده باشه، حساب سازی به طور کامل شده باشه. این اتفاق هم میفته، ولی اندکه. وقتی شما فیلتر میکنید سهام ها رو به صورت بنیادی فیلتر میکنید، یه تعداد خوبی سهام شما خواهید داشت، از میون اونا میتونید انتخاب کنید. من با تمام این اوصاف و احوال خدمت شما عرض میکنم که به نظر من بازار سهام الان معقول ترین بازار برای سرمایه گذاری. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم، اگر نه اجازه بفرمایید دیگه ما بیشتر از این متصده اوقات شریف شما و دوستانش. خواهش میکنم با توجه به مشغله کاری که زیادی که دار شما و ما در جریان اون هستیم، تشکر میکنم که وقت گرامات و تجربیات با ارزشتون رو در اختیار ما و همراهان عزیزمون قرار دادید. امیدوارم که همیشه حال دل شما خوب باشه و حال دل مردمون هم خوب باشه. انشالله برای کشورمون آرزو کنیم که انشالله کشور آباد و آزادی داشته باشیم. آرزو کنیم که انشالله در ماه‌های آینده انشالله یک مقدار گشایش در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد بشه، در وضعیت بازار ایجاد بشه، که من تا حدی هم امیدوار هستم. خیلی سپاسگزارم از زحمتی که شما کشیدید، میزبان بنده بودید، فرصتی که در اختیار من قرار دادید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. از همه همراهان عزیزی که تا این وقت شب در کنار ما بودن باز هم تشکر میکنم و امیدوارم که روز و روزگارتون بر روند موج سعودی سوار باشه. شب خوش.